کلید اصلی جدول primary key. هر جدول باید دارای یک کلید اصلی باشه. کلید اصلی چیه؟ کلید اصلی یک فیلدیه که مقدار اون منحصر به فرد بوده و مشخص کننده یک ریکورد از جدوله و هیچ دو ریکوردی نمیتونن دارای کلید اصلی باشن. اگر بخوام یه مثالی در این مورد براتون بزنم، اینجا یک فهرست دانشجویی رو ملاحظه میکنید. ببینید، نام علی، نام خانوادگی احمدی. امکان داره در یک دانشگاه دو انسان متفاوت با نام علی احمدی وجود داشته باشن. از فیلد نیم و فیلد نام خانوادگی نمیتونیم به عنوان یک کلید اصلی و منحصر به فرد استفاده کنیم. اینجا آیا از نام خانوادگی هم میشه؟ قطعا نه، ولی از استیودنت نامبر یا شماره دانشجویی میتونیم به عنوان یک فیلدی که بر اساس یک اوتو نامبری باشه که اعداد اون منحصر به فرد باشن به عنوان کلید اصلی استفاده کنیم. در دیتا شیت روی سربرگ کرییت کلیک چپ میکنیم، در گروه تیبلز اینجا روی تیبل کلیک میکنیم تا در نمای دیتا شیت یک جدول برای ما ایجاد بشه. نرم افزار اکسس به صورت اتومات یک فیلدی رو به نام آیدی از نوع اوتو نامبر برای ما ایجاد میکنه. اگر به نمای دیزاین بریم، این رو سیوش کنم، به نمای دیزاین میریم، اینجا اگر ملاحظه کنید یک فیلدی رو به نام آیدی و یک کلید زرد رنگ اینجا قرار گرفته. این نشون میده این فیلد کلید اصلی ماست و نوع داده اون اوتو نامبره. اعدادی که در اینجا قرار میگیرن منحصر به فردن، دو ریکورد نمیتونن یک کلید اصلی یکسانی رو داشته باشن. در نمای دیزاین اگر بیام یک جدولی رو ایجاد کنیم، روی سربرگ کرییت اینجا کلیک چپ میکنم، در گروه تیبلز اینجا روی تیبل دیزاین کلیک میکنم. ببینید، زمانی که در نمای دیزاین یک جدولی رو ایجاد میکنیم، به صورت اتومات فیلد آیدی برای ما اینجا به وجود نمیاد. من اینجا تایپ میکنم آیدی و دیتا تایپ اون رو از نوع اوتو نامبر انتخاب میکنم. آیا این دکمه زرد رنگ اینجا وجود داره؟ وجود نداره. چطور میتونیم این فیلد آیدی رو به عنوان پرایمری کی یا کلید اصلی براش تعریف کنیم؟ میتونیم اینجا در این قسمت کلیک راست کنیم، یک شورتکات منیو ظاهر میشه، روی پرایمری کی کلیک کنیم تا اینجا برامون اون کلید زرد رنگ ظاهر بشه و یا از سربرگ وابسته تیبل تول، سربرگ دیزاین، روی پرایمری کی اینجا کلید کنیم تا بتونیم اون رو به عنوان پرایمری کی انتخاب کنیم. با کلیک روی آیکون فرمان سیو جدول رو سیو میکنیم و به نمای دیتا شیت برمیگردیم. اینجا ملاحظه کنید الان این آیدی به عنوان پرایمری کی در نظر گرفته شده. من اینجا یک رو وارد میکنم، میریم اینجا ریکورد بعدی. آیا میتونم باز هم یک رو وارد کنم؟ اینجا ملاحظه کنید به جای دو میام عدد یک رو اینجا وارد کنم. ببینید یک اصلا اینجا تایپ نمیشه در این قسمت پایین، ملاحظه کنید، چون اینجا کلید اصلی این آیدی، این فیلد پرایمری کی هست یا کلید اصلی ما هست، دو ریکورد نمیتونن دارای یک کلید اصلی یکسان باشن. پس بعد از دو من دیگه نمیتونم این رو تغییر بدم و تبدیل به عدد یک کنم. اگر یک جدولی رو بدون کلید اصلی ذخیره کنیم، نرم افزار به ما پیغام میده. من مجددا به دیزاین ویو برمیگردم، اینجا از طریق سربرگ کرییت تیبل دیزاین یک جدول تیبل 5 رو ایجاد کردم. حالا اگر این رو بخوایم ذخیره کنیم روی سیو، ببین اینجا هیچ پرایمری کی یا کلید اصلی وجود نداره. اگر روی آیکون سیو در نوار ابزار دسترسی سری کلیک چپ کنیم، اینجا اوکی میکنیم و یه پیغام برای ما میاد مبنی بر اینکه کلید اصلی اینجا وجود نداره. پس دقت کنید، زمانی که یک جدولی رو ایجاد میکنید حتما کلید اصلی رو برای اون تعریف کنید، هرچند که تعریف کلید اصلی برای یک جدول 100% لازم نیست، ولی برای تعریف روابط جداول مختلف ما به این کلید اصلی احتیاج داریم، وگرنه اونجا کارمون دچار مشکل میشه.